بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله تعالى بندگان اشرا بدو گروه تقسیم کرده و بشریت و انسانیت بدو دسته هستند و در دو مسیر در واقع قرار دارن و دارای دو فکرن و دو اندیشه هستن. گروه را الله تعالی تعریف کرده که بران فکرن که اعتقاد به آخرت ندارن، اعتقاد به قیامت ندارن، اعتقاد به معاد ندارن و در واقع آخرت را، اعتقاد به آخرت را یک خرافات می دانن و یک اشتباه می دانن و می گن که قیامت نیست و آخرت نیست و این عقیده نادرسته و زندگی همین زندگی دنیا هست که هر کسی هر اندازه بیشتر بتوانه جمع بکنه و بخوره و از این دنیا استفاده بکنه و اعتقاد به استفاده در دنیای دیگر ندارم و انسان را مانند حیوانات می دانند و از حیوانات و زنده های دیگر انسان هوشیارتره، عقل داره و استفاده بهتر می تواند ببرد و این گروه راضی هست وقتی که دنیا به اینها برسه، پول برسه، مال برسه، ثروتمند بشن، شکمشون سیر بشه، امکانات برایشون فراهم بشه، اسباب جمع میکنن، وسائل جمع میکنن برای استفاده و اینها راضی و خوشنود خود را موفق میدانند. بعضی در فسطها قرار میگیرند، فسطی که برای اونا درآمد زایه و میتوانن از طریق این پست به مال برسن، به ثروت برسن، به دارایی برسن، به عزت برسن، به احترام برسن، به همین کانه ها. والله اینها را سرزنش داده که اینها سطحی فکر میکنن، اینا از عقل کار نگرفتن، اینا دقت نکردن او زندگی را که پیش روی بشره، جلوی انسانه. اینها فکر دقیق نکردن و لحظه به همین دنیا کانه شدن، به متاع این دنیا، به اسباب ناپایدار این دنیا، به منافع غیر باقی این دنیا و لحظه اینها الله نکوهش کرده و سرزنش داده و فرموده اینا جایشون جهنمه. برای اینکه اشتباه فکر کردن، میتوانستن صحیح فکر بکنن،
میتوانستن درست فکر کنن ولی درست فکر نکردن. و گروه دیگر از انسان ها و دسته دیگر از انسان ها آنه که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به آخرت و معاد دارن، اعتقاد به حساب و کتاب دارن، معتقدن که قبر هست و حساب و کتاب ملاقات فروردگار هست و لحاظه بین تو به حساب نیست دنیا که کسی بمیره خاک بشه و بره و دیگه فرصش و فاسخی نباشه. اینا اعتقاد به حساب و کتاب دارن، اینا اعتقاد به جنت و جهنم دارن، اینا اعتقاد به آسایش آخرت و عذاب آخرت و مشکلات آخرت و راحت آخرت دارن. لحظه اینها علاوه از منافع دنیا که نیاز بشری و ضرورت انسانه، اینا در فکر ساختن آخرت تن، هم دنیا را می سازن هم آخرت را می سازن. دنیا را می سازن تا خودشون باره برداری بکنن، بلکه از خلق خدا باره برداری بکنه، بلکه با این دنیایشون آخرت تا بخرن، ثواب آخرت تا و دنیا را توشه آخرت خود، ذخیره آخرت خود بگردانن. لحظه دنیا را به مقاصد صحیح طلب می کنند، دنیا را برای این طلب نمی کنند که این را تریاک بکنند و چسب بکنند و بکشند، یا این دنیا را مشروبات الکلی بکنند و مصرف کنند، و یا این دنیا را در راه فساد و در راه خواهشات نفسانی خرج کنند. نه، بلکه این دنیا را برای مقاصد نورانی، برای مقاصد صحیح کش می کنند. هدفشون رهای خیر، کمک به مساکین، کمک به فقرا هست، کمک به ضعفا هست، کمک به امور خیر و امور نیک، نفع رسانی به دیگران. و لحاظه اگر کارگاه می زنند، اگر کارخانه می زنند، اگر ایجاد کار می کنند، هدفشون زرندوزی نیست و جمع‌آوری پول و پر کردن جیب تنها نیست، بلکه هدف ایشون ایجاد شغل برای مردم، ایجاد کار برای مردم، ایجاد مشغله برای مردم که 10 نفر دیگه 100 نفر دیگه اینجا بیان نان بخورن، من هم به منفعت برسم، سود به من هم میرسه و دیگران مشغول باشن، همش در فکر منفعت دیگرانن، همش در فکر دستگیری او انسانای بیکار و بی مشغل و ضعیف و مستمندن. لذا اهدافشون اهداف مقدسه و اهدافشون اهداف خیره. و این انسانان که فرائض دینی را انجام میدن، واجبات شرعی را انجام میدن، ربشون را فراموش نکردن و پشت به خدا نکردن که رو به دنیا بکنن، بلکه دنیا برای ما خلق شده است و ما برای آخرت خلق شده ایم. لحاظه دنیا را اداره می کنن و آخرت تا هم اداره می کن. آخرت هدف اصلیه و مقصد زندگی ساختن آخرت. آخرت طولانیه و دنیا مختصره. دنیا 70 ساله، 60 ساله، 80 ساله، فوق 100 سال دنیا، 50 سال و 40 سال هم دنیایه، اما آخرت پایداره، ماندگاره، 1000 ساله، میلیون ها و میلیارد ها و تریلیارد ها ساله. آخرت پایان پذیر نیست و لحاظه اینها در فکر آخرت تن که آخرت تشون رو بسازد. بعض لحاظه انسان مقدسن، انسان ها مبارکن، انسان ها مورد نظر فروردگارن و بر این انسان ها رحمت فروردگار است که اونها در رابطه با الله فکر می کنن، در رابطه با خدا فکر می کنن، در رابطه با آخرت فکر می کنن. و رحمت للعالمین حبیب و نبی خدا و پیامبران را اتباع می کنند و تابعداری می کنند.
این انسان ها انسان های که خدا الله تعالی از این ها ستایش میکنه، بسیار انسان هم که نفس فرستش میکنن هوای نفسانی را، هرچه که نفس اگر دنیا را هم طلب میکنن در راسته هواهای نفسانیه، میخواهم بهرهای نفسا برای بهرهای نفس دنیا را طلب میکنن. ببینن چه چیز نفس میخواهد، خواهش نفسیه، خواسته نفسیه، تمایلات نفسیه، میلان نفسیه، اینها دنبال میلان های نفسیه. و بعضی جا الله تعبیر میکنن که اینها خواهشات خود را خدا گرفتن، همانطور که باید خدا اتباع بشه و صالحین خدا را تابداری میکنن، این همانطور نفس تابداری میکنن. و همان اندازه که صالحین اهدافشون و مقصدشون رضامندی فروردگاره، این اهداف و مقصد بزرگترین مقصدشون رضامندی نفسه. و لحاظه این انسان ها از دیدگاه خدا ساکتن، این انسان ها از دیدگاه الله بی ارزشن که نفس فرستش میکنن، دنبال شیطانن، دنبال نفسن، خواهشات نفسانیان، هواهای نفسانی را اتباع میکنن. و من ازل ممن نتبع هواه بغیر هدى من الله، گمراتر از اون انسان الله میگه کیه که هواهای نفسانی را بغیر از هدایت و رهنمایی فروردگار، به جای که هدایت خدا را دنبال بکنه، رهنمایی و ارشادات فروردگار را، این نفس تابداری میکنه. توجه داشته باشید که در نفس منیت و فرعونی موجوده، در نفس تمرد و سرکشی موجوده، در نفس ادعای خدایی موجوده. ولهذا اینهایی که ادعای خدایی کرده مانند فرعون و نمرود و غیره، اینها که به فرستش خود مردم دعوت دادن، این به خاطر امر نفس بود، خواهش نفس بود، خواسته نفس بود، شیطان بود. ولهذا نفس بالاترین دشمن بشره، و بالاترین دشمن بشر را الله تعالی در دو تفعلوی ما در وجود ما قرار داده. و بیدار باشید که نفس من شما را از پا در نیاوره، نفس من شما را گمراه نکنه، و نفس من شما را از خدا دور نگرداره. بسیاری قتل هایم که بخاطر نفس انجام میگیرن، میگه من توهین کرده، من به احترامی کرده، به من فلان گفته، و کسی گفت که از من مثلا کسی ضعیفتر نیست که کار با من شده است. ولی از این نفس میگه که آدم تو آدم بزرگی هستی، از تو کسی ضعیفتر نیست. و ولهذا این نفس خطرناکه، بسیار انسان ها را کشتن به خاطر نفس، بسیار دیگران زدن دست و پا شکستن، سر و کلهشون شکستن به خاطر نفس، و به خاطر همین محبت دنیا و مال. و ولهذا نفس باید، ولی به انبیاء توهین کردن، به صلحا، به بندگان خدا، ولی اونها از خود صبر نشان دادن. و ما به هر حال لازمه یعنی که به نفسمونا کنترل کنیم و نفس فرسی نکنیم و در مسیر نفس نریم و نسیر آنهایی که فرستش نفس می کنن و انسان های نفسانی هن، بیدار باشیم که شکار اونها نشیم، گرفتار نفس نشیم. و رب از دست ندیم، بیشترین امروز مردم دنیا همانان که فرستش نفس می کنن، فرستش خدا کمه، اخلاص کمه، للهیت کمه، کسی که خدا را برای الله فرستش بکنه، کسی که برای الله فکر بکنه، کسی که برای آخرت و دین فکر کنه، اینها توی دنیا کمن. و الله تعالی ما را از همین ها بگرداند.
این کرونا علامت بلای چه عزیزان من؟ شما مطمئن باشید که این کرونا نتیجه عمل کرده، هر کس شما را بغیر از این بگه شما را خلاف گفته، شما را میخواد از راه بیراه بکنه، اشتباه بر سر شما بیاندازه. شما قرآن تلاوت کنید، مسلمانید، همه این آفت ها جانب فروردگار، هیچ آفت نیست، هیچ رحمت نیست مگر از جانب خدا. اعمال انسان تأثیر داره در آفت ها، اعمال انسان تأثیر داره در این مسئله. شما ببینید عجیبه، انسان حیران میشه که یک بار کرونا چینی حمله میکنه به دنیا، یک بار کرونا هندی، یک بار کرونا از افریقای، و الان شنیده میشه که یک کرونا دیگری داره میآید که از سه نفر دو میکشه یکی باقی میمانه. وای الله، خدا بکنه که نه دروغ باشه. معلوم میشه که آفت آمده تو انسان، مردم بفهمید و بیدار باشید که نه آفت هم چرا جلوتری نه نبودن. آیه یک کرونا بره دیگه کرونا بیاد. حالا او وقت گفته که این چینی ها درست کردن، سلای رازمایش کردن، این کرونا درست شده. و کارشناسان رفتن از کشور مختلف به چین تحقیقات کردن که کرونا از چه چیزی بر آمده، غذاها را بررسی کردن، چیزای دیگر از کجا آمده، رفتن جا سالها را نگاه کردن، هی خاک به دستشون نیفتاد، دست خالی برگی هیچی متوجه نشده از کجایه. و حالا او را بررسی کردن، برای هندی را بررسی کنن، برای افریقایی را بررسی کنن. بابا اینا خسته میشه، اینها را الله غافلگیر میکنه، و لحظه الله میخواد نشان بده که این آفت، این بلایه که آمده است، و این اصلاح عمل میخواهد، توبه میخواهد، استغفار میخواهد. بشریت از حد گذشته، معصیت و گناه عام شده، و نفس پرستی عام شده، و نافرمانی هم ظلمه، خون ریزی، خون هایی که در جنگ آخری ریخته شده، اینها به هدر نرفته. این آه مظلوم و این بیداد و بیداد زنان و کودکان، اینها این بوم هایی که قدرت از آسمان ویل کردن، این غرش هوا پر بهایشون که بر سر مظلوم ویل شده، و این که سختن مردم خانه هایشون تار و مار شدن، این قتل ها که رخ میده، قتل های فامیلی و قتل های کور و قتل های نفسانی، این هم یک قتل های نفسن، نفس متمرد و سرکش و امارا، این نتیجه نافرمانی ہے، این نتیجه بی نمازی ہے، قائل نمازی ہے، ندادن زکات، غیبت، دروغ، نتیجه این فضای مجازی ہے که تهمت می بندن بر یک دیگر و بد اخلاقی می کنن، این نتیجه حق و حقوق ہے که ضایع می شه، حق زنان و حق یتیمان و حق ضعفا و حق کسی که توانایی گرفتن حق نداره، این نتیجه خلاف هاست، این نتیجه خلاف ها و فساد های مالیه، و این نتیجه های اجحافه، و این ها هستن که تبدیل میشن به کرونا دلتا و به کرونا به چینی و به کرونا های مختلف و به قحط و به سیلاب و به زلزله. ولهذا اینها توبه می خواهد، استغفار می خواهد، از بالا از بزرگان گرفته توفا این آخری انسان، همه باید توبه بکنند، همه به خدا برگرده، هیچ کسی خودش را مقدس ندانه، هیچ کسی خودش را بی گناه نداره، این گناه را هیچ کسی به گردن دیگران نیندازه.
من به گردن خود بیندازم این گناه ها را و شما به گردن خودتون بیندازید. همه ما توبه بکنیم، امر بالمعروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. حالا هیچ کسی کاری با کسی نداری، کسی نماز بخونه نخونه، روزه بگیره نگیره، زکات بده نده، دروغ بگه نگه، آن ظلم بکنه یا نکنه، کسی کاری نداره، در حالی که وظیفه شرعیه و وظیفه اسلامیه که ما امر بالمعروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. گناهگار و ظالم از ظلم از جلوگیری بکنیم، گناهکار من بکنیم. این وظیفه همه وظیفه من و شما است که باید اینا انجام بدیم. روی این مسائل توجه کنید عزیزان، اعمال پایبندی بکنید، ذکر خدا را ترک نکنید، الله به کثرت یاد کنید، در خانه هایتون و مساجد قرآن بخوانید، درس جاری باشه، با فاصله های بیداشتی رعایت کردن فاصله ها و رعایت کردن پروتکل های بیداشتی، ما اینها را رعایت کنید توی مغازه داری مغازه هایمان، توی کسب و کارمان، در تمام مراکز تجمع باید اینا رعایت بشن، رعایت کنیم این مسائل ها و در این مسائل برای ما خیر هست و در این مسائل برای ما و جامعه ما سلامتی و حفاظت هست. اینا را رعایت کنید، مراعات کنید ولی عمل ترک ندید. بچه هایتون را به ذکر کردن که ذکر بخونن، خانه هایشون درود بخونن، تسبیح بگن، اذکار و اوراد بخونن، قرآن تلاوت بکنن، خیر انجام بدن، صدقات انجام بدید، دست ضعفا را بگیرید، کمک کنید مستمندان را و در فکر ضعفا باشید و لهذا و توبه و استغفار زیاد باشه. این سبب میشه که الله جلوی مریضی را بگیره و سبب میشه که الله جلوی آفت را بگیره. به رحمتش، به برکاتش دعا کنید. دعاهای آخر شب، دعاهای روز جمعه، دعا در دل دعا کنید بین دو تا خطبه که مریضی را الله ببره و مشکلات الله تعالی برطرف بکنه و عاقبت همه مارا الله بخیر بگردانه. اخیرا از رسانه ها میشنویم که بسیاری از مردم عزیز افغانستان مهاجرت میکنند، از افغانستان به اروپا، از افغانستان به امریکا و از افغانستان به کجای دنیا. ای کاش که اینها افغانستان ترک نمی کردن. وطن هیچ جای وطن نمیشه برای شما، هیچ جای برای شما وطن نمیشه. همون مسئله معروفه که گفتم در زبان بلوچی که هست که وای وطن و خشکندار. وطن اگر خشک باشه و چوب خشک داشته باشه، از شهرها و آباد دیگران برای انسان بهتره. این این فکر می کنن که فرزندانمون بیرون میرن چیزای بیشتری یاد میگیرن و ما میریم اونجا خودمون راحت میشیم، اما این فکر نمی کنن که فرزندان بیرون دینشون چی میشه. اصل دینه، در فکر دین فرزندانتون باشید. همه انبیا و اولیا در فکر دیانت نسلشون بوده که نسل ما بیدین نشه. حالا یکی میری برای خاندان دست چیز دیگری است، ولی خانوادگی کوچ کردن و رفتن در فرهنگای دیگر، بسیاری میرن توی فرهنگای دیگر اونجا حزم میشن و مخصوص آوارگان که میرن، یک کارهای مهمه که برای اینا طول تاریخ انجام گرفته، برای اینها کار مذهبی و دینی شده بیرون و مسیحا سرشون کار کردن و تطمیع کرده کسانی را اقامت دادن که مسیحیت را بفزیره. و مسلمان اگر در شهر خودش بمیری از گرسنگی، بهتره که بره جای دیگه فرهنگ را قبول کنه
و دیگه دین را قبول کنه و آخرت تشرا خراب کنه و آتش بزنه. این ملت بیمانند اینجا. افغانستان خانه افغان ها هست، ایران خانه ایرانی ها هست و هر کسی در وطن خودش بمانه و آنجا در فکر تعلیم فرزندانش باشه، آنجا در فکر ساختن دنیاش باشه، ساختن وطنش باشه، ساختن آخرت باشه. افغانستان انقدر معادن داره، انقدر کشاورزی داره، انقدر دامداری داره و انقدر استعداد داره که اگر این برابر امکانات به نحو صحیح برابرداری بشن و مدیریت صحیح این را برابرداری بکنه و برنامه ریزی بشه، چندین ملت دیگر از افغانستان سیر میشه. ایران انقدر داره که یک دنیای از اینجا سیر میشه. متاسفانه برابرداری نشده و ضعف های مدیریت در کشورهای اسلامی هست و ما امیدواریم که انشالله آینده بلاد اسلامی هم از لحاظ دین آباد بشن و هم از لحاظ دنیا بالاترین آبادی، آبادی دین، ایمان، هدایت و بعد بالاترین آبادی بعد از او آبادی معاش، ایجاد شغل، ایجاد کار و برنامه ریزی و انشاءالله برنامه ریزی ها انجام بگیری. هم در کشورمون برنامه ریزی انشاءالله صحیح باشه، دولت جدید بتوانه موفق بشه در برنامه ریزی صحیح و هم در افغانستان دولت جدیدی که آمده موفق بشه که برنامه ریزی صحیح بکنه و همه را مسئول کار بکنه، ایجاد شغل و ایجاد کار و سر صدر و دوراندیشی و بتوانه همه ملت ها آنانی که رفتن به نحوی آنجا کار بشه که خودشون برگردن. و من همین گفتم با یکی از بزرگان کشوری خودمون که ما باید آینده بهتران شما برنامه ریزی بکنید که ایرانی هایی که بیرون رفتن برگردن و از مغزهای متفکر مغزهای فراری را باید به این کشور جلب کرد که بیای اینجا کشور را بسازد. و لحظه همین مسئله برای افغانستان، باید مغزهای فراری را و مردم فراری را چرا امید داد که بیای کشورشون را بسازد و کشورشون آباد، هم خدا را عبادت کنند و هم آخرتشون را آباد کنند، هم دنیا را. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.